سلام من دکتر امین حسینی هستم و میخوام در رابطه با اختلال سیکلوتیمیک با شما صحبت بکنم همونطور که اختلال افسردگی دائم یا دیستیمیا ورژن طولانی تر ولی ملایم تر اختلال افسردگی عمده یا مزمن هست اختلال سیکلوتیمیک هم ورژن طولانی تر ولی ملایم تر اختلال دو قطبی نوع دو هست سیکلوتیمیا ریشه یونانی داره سیکلو به معنای دایره یا سیکل و تیموس به معنای روح یا همون حالت روحی روانی هست این اختلال در فارسی محاورهی و در رادیو تلویزیون به جنون ادواری عموما نامیده میشه در اختلال سیکلوتیمیک فرد حداقل دو سال و به دفعات سمتوم های هیپومانیا رو تجربه میکنه یعنی دوره های متعدد هیپومانیا داره ولی این سمتوم ها معیارهای اپیزود هیپومانیاک رو برآورده نمی کنن و به دفعات سمتوم های افسردگی رو تجربه میکنه یعنی دوره های متعدد افسردگی رو هم داره اما این نشانه ها معیارهای اپیزود افسردگی عمده رو هم برآورده نمیکنن بعضی افراد در طول دوره های هیپومانیا در اختلال سیکلوتیمیک ممکنه در جنبه های شغلی، اجتماعی، تحصیلی و سایر جنبه های زندگی عملکرد خوبی داشته باشند، اما در طول دوره های افسردگی ممکنه نتونن عملکرد خوبی نشون بدن توجه داشته باشید که میگیم دوره نه اپیزود چون این دوتا با هم متفاوت هستن روانشناسان فقط زمانی فرد رو مبتلا به این اختلال معرفی میکنن که خلق افسرده باعث بشه به شدت اون ناراحت و رنجور بشه یعنی دیسترس شدید داشته باشه یا نتونه عملکرد صحیحی داشته باشه به این ترتیب کسی که به اختلال سیکلوتیمیک مبتلاس وقتی در دوره هیپومانیک قرار داره ممکنه احساس سرزندگی و پر انرژی بودن بکنه و در سر کار خود چند پروژه رو شروع بکنه یا داوطلب بشه چند پروژه رو قبل از موعد مقرر به پایان برسونه اما وقتی سمتوم های افسردگی داره ممکنه نتونه حواس خودش رو جمع بکنه یا برای کار کردن روی پروژه ها انرژی نداشته باشه و در نتیجه نتونه کارها رو به موقع تحویل بده اختلال سیکلوتیمیک معمولا در نوجوانی و اوایل بزرگسالی شروع میشه احتمال اینکه فرد مبتلا به این اختلال سرانجام به اختلال دو قطبی نوع یک یا اختلال دو قطبی نوع دو مبتلا بشه 15 تا 50 درصده در کودکان متوسط سن شروع 6.5 سالگیه خب اگه قرار باشه معیارهای تشخیصی رو برای اختلال سیکلوتیمیک بهتون بگم باید بگم که 6 تا فاکتور اصلی برای تشخیص وجود داره اول اینکه به مدت حداقل دو سال برای بزرگسالان و حداقل یک سال برای کودکان و نوجوانان فرد دوره های متعدد از نشانه های هیپومانیا داشته که میارهای لازم برای اپیزود هیپومانیک رو ندارن و دوره های متعدد از سمتوم افسردگی داشته که میارهای لازم برای اپیزود افسردگی عمده رو ندارن دومی که در طول این دوره دو ساله یا یک ساله برای کودکان و نوجوانان دوره های هیپومانیک و دوره های افسردگی حداقل به مدت نیمی از دو سال و در مورد کودکان و نوجوانان نیمی از یک سال وجود داشته و هرگز پیش نیومده که فرد بیش از دو ماه هیچ نشانه ای نداشته باشه سوم اینکه معیارهای لازم برای اپیزود افسردگی عمده اپیزود مانیک یا اپیزود هیپومانیک هرگز وجود نداشته چهارم اینکه اختلال اسکیزو افکتیو دائم اسکیزوفرنی اختلال دیلوژنال یا سایر اختلالات مشخص و نامشخص طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک توضیح بهتری برای های فرد نباید باشند پنجم اینکه سمتوم ها رو نمیتونیم به تاثیر فیزیولوژیک یک ماده مثلا داروهای سوء مصرفی داروهای تجویزی یا به یک آرزه پزشکی عمومی مثلا هایپرتیرویدیس یا بیماری های دیگه نسبت بدیم و ششم این که نشانه ها باعث میشن در عملکرد اجتماعی شغلی یا سایر جنبه های مهم زندگی فرد رنج یا نابسامانی شدیدی به وجود بیاد اگه قرار باشه در رابطه با نرخ شیوع اختلال سیکلوتمیک با شما صحبت بکنم باید بهتون بگم که نرخ شیوع جهانیش چهار دهم درصد تا یک درصده و در مردم عادی یعنی در جمعیت کلی انسانی اختلال سیکلوتیمیک در مردان و زنان ظاهرا به یک اندازه حضور داره در محیط های بالینی احتمال اینکه زنان برای درمان مراجعه کنند بیشتر از مردانه باید توجه بکنید که مشخصه اصلی اختلال سیکلوتیمیک همونطوری که بهتون گفتم عبارت هست از تعداد زیادی دوره های حاوی سمتوم های هیپومانیک که معیارهای لازم برای یک اپیزود مانیک یا هیپومانیک رو ندارن و همچنین دوره های از سمتوم های افسردگی که معیارهای اپیزود افسردگی عمده رو برآورده نمی کنن. علاوه بر اون برای تشخیص اختلال سیکلوتیمیک دادن احتمال برآورده شدن معیارهای هیچ یک از این اپیزودهای خلقی هرگز وجود نداشته این یعنی اگه بیمار حتی یک بار اپیزود مانیک هیپومانیک یا دیپرسیو رو تجربه بکنه دیگه نمیتونیم اون رو مبتلا به اختلال سیکلوتیمیک بدونیم به عبارت دیگه بیماران مبتلا به اختلال سیکلوتیمیک به طور دائم یا خیلی شاد هستن یا خیلی غمگین اما فقط برای چند سال اول اگه بیمار مبتلا به اختلال سیکلوتیمیک بعدن به یک اپیزود مانیک یا هیپومانیک یا افسردگی عمده مبتلا بشه باید تشخیص اون رو به یک اختلال دیگه تغییر بدیم اگه سر و کله یک اپیزود افسردگی عمده پیدا بشه دیگه هرگز نباید بیمار رو دوباره مبتلا به اختلال سیکلوتیمیک تشخیص بدیم اختلال سیکلوتیمیک قبلا نوعی اختلال شخصیت محسوب می شد شاید به این دلیل که به تدریج شروع می و مدتی طولانی ادامه پیدا میکنه. سمتوم های بالینی میتونن بسیار متغیر باشن بعضی بیماران تقریبا همیشه غمگینن و گاهی به مدت یکی دو روز هیپومانیا رو تجربه میکنن بعضی دیگه در طول یک روز چندین بار غمگین و خوشحال میشن سمتوم ها معمولا مختلط هستن مثلا فرد ممکنه چند سمتوم افسردگی و یکی دو سمتوم هیپومانیا رو همزمان تجربه بکنه